که چگونه دو خواننده ایرانی بیاریم و با چه سیاستی به آمریکایی‌ها بذارن اجازه بدن دو جوان ایرانی توی موقعیت بیان، ما با چه سیاستی بریم که یه جا پیدا کنیم مثل موقعیتی که بخوای گل بزنی، یهو اونجا ما بخوایم بگیم آقا اصلا دیدی چی شد، ما ایرانی هستیم. و به خودم اومدیم، من خودم گفتم این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و نباید بیفته دوباره. کاری که کردیم فردای اون روز با اون تیم صحبت کردیم، من هومن اون تیم هنری اون تهیه کننده که قرار بود ما رو به اون به اون راه به اونجا برسونه، گفتم ما هرگز نمیتونیم نگیم که ایرانی هستیم، هرگز نمیتونیم از بغلش رد بشیم، که با اینکه حقیقت داره من بزرگ شده کانادا هستم، سیتیزن کانادا دارم، پاسپورتم کانادایی اینجا میگم، ولی نمیتونیم بگیم که آقا ما آره از کانادا اومدیم، شاید از آفریقا اومده بودیم، ولی ما ایرانی هستیم. و کاری که کردیم قبل از اینکه یک نفر خانم آقایون، قبل از اینکه یک نفر از شما این مصاحبه ای که واقعا اگر قلب کسی رو که شکستیم واقعا متاسف هستیم، چون اول قلب خود من و هومن و خانواده میشکنه و شکسته، اگر یک نفر قبل از اینکه شما یک نفر این مصاحبه رو ببینه، کامران و هومن قدم برداشتن و به تیم هنری آمریکایشون گفتن که هرگز این کارو نخواهیم کرد و نمی‌کنیم. و قبل از که شما این انترویو بیاد به صفحه های اینترنت و اینا، ما قدم برداشتیم رفتیم تلویزیون. دو هفته بعد بود، یه هفته و نیم بعد در نیویورک پست بود، نیویورک پست بود، در نیویورک بود تلویزیون در نیویورک. خیلی مهمتر، این انترویو که شما دیدین که منم خودم اصلا راضی نیستم، یک تلویزیون اینترنتی بوده. و بعد دو هفته بعد که ما روز فردای اون روز که به خودمون اومدیم گفتیم اصلا ما نمیتونیم با این روش بریم جلو، حاضریم نشه ولی ایرانی نشه، یعنی ایرانی باشه ما نشه، حاضریم بود هیچ وقت دیگه نمیذین اشتباه بل. پیش بیاد دوباره پیش بیاد. گرفتیم تلویزیون نیویورک پست که یه هفته نیم دو هفته بعد از اون تلویزیون هیچکی نه تو یوتیوب بود نه تو تلویزیون بودن، گفتیم ما ایرانی هستیم، به گفت به پرودوسر آمریکایی من گفتیم ما دیگه از این اون دروغ نگفتیم، ولی دروغ ولی حقیقتو نگفتیم، یعنی نمیخوام نگیم بله دروغ نمیخوام نگیم، اگه درای آمریکا میخوان رو ما بسته بشه اشکال نداره، ولی ما میخوایم بگیم که ایرانی هستیم. من بچگی آقای شفیز من 5 سالم بود از ایران اومدم بیرون، من خیلی دوستان میشناسم که نه فارسی میخونن نه به موسیقی فارسی گوش میدن نه اصلا تو چیز ایرانی نیست، خیلی هم هستن تو آمریکا کانادا جای دیگه تو اروپا هستن، ولی برای من خیلی مهم بود، من میتونستم فارسی هم کامران میتونستم مثلا فارسی یاد نگیرم، موسیقی فارسی کار نکنم، از جوانی اینقدر آهنگای خواننده ایرانیایی که خیلی دوست دارم اینقدر از اونا از فرهنگ ایرانیمون جدا بشم، ولی نذاشتم، چون از پدر مادرم از برادرم مثلا خود ما هم تو قلبمون تو خونه میریم ایرانی هستیم. حالا آقای شفیز این داداش گلم این حرفو میده، شاهدش من بودم که ما با هم بزرگ شدیم، ولی قبل از اینکه دوباره برم اونجای صحبت، من دوستانم این روز دلمو باز کنم با هومن، یه نه که درد دل صحبت کنیم، من دوستانم دوباره خودمو از چه خانواده ای اومدم بگم. قبل از اینکه یک نفر این مصاحبه رو ببینه، من و هومن قدم برداشتیم و به تلویزیون آمریکایی رفتیم. قبل از اینکه کسی بگه شما باید برید تلویزیون آمریکایی، ما این کارو صلاح دونستیم و وظیفه خودمون دونستیم، خانم ما و آقایم ما رفتیم در نیویورک پست. شما متاسفانه قرار بوده امروز به ما برسه، چون شما میدونید که رفتن تماس گرفتن و از آرشیو اینو گرفتن چقدر سخته و اینو خواهید دید شما حالا ان شاء الله تلویزیون شما در اینترنت ها که میتونیم بریم به دنبالش ببینیم که این زمانش کی بوده، این مال 2 ماه پیش که نیست که بگیم از 2 ماه پیش این انترویو پخش شده ما بریم، این چیزی که 2 هفته یه هفته و نیم 2 هفته بعد خودمون پی بردیم به این اشکال به این مسئله و گفتیم هرگز تکرار نمیشه، رفتیم مصاحبه رو کردیم و گفتیم ما ایرانیان پاپ میوزیشن هستیم، ایرانیان پاپ سینگر، و ادامه میدیم اینجوری انشالله که برس به اونجایی که میخوایم برسیم، حالا با زمان حالا خدا میدونه، ما سعیمون رو میکنیم. و امروز که اومدیم اینجا خواستم به شما بگم ما این قدم رو برداشتیم قبل از اینکه اصلا این انترویو نمیدونم 2 ماهه یه ماه و نیمه به گوش و چش شما برسه، یعنی اینو ما خودمون شب خوابمون نمیبرد، خودتو تشخیص دادی اصلا، با اینکه من هیچ وقت نگفتم ایرانیه، با اینکه حرفی که زدم هول شدم، دوربین های آمریکایی بود، اولین بار بود که من رفتم یکی بهم گفت تو باید اینجوری بری برای اینکه میخواد برسی یه جا، میدونم ما کنسرت ایرانی تو اومدیم میدونم، ولی این یه راهی داره، الان شما میدونید در چه وضعیتی هستیم. ما حرفی که هومن زد دوستان عزیز، من و هومن همونجوری که گفتش، من و هومن راحت میتونستیم الان فارسی صحبت نکنیم، من و هومن راحت میتونستیم
امروز روی این صندلی نشسته باشیم به عنوان دو شخصی که در کار موسیقی پاپ ایران با دوستان دیگه همکار هستیم. یعنی راحت میشد این اتفاق نمی افتاد. و تنها دلیلی که این اتفاق افتاد، تنها دلیلی که من کامران جعفری امروز فارسی صحبت میکنم با شما، تنها دلیلی که هومن جعفری فارسی با شما صحبت میکنه، فقط عشق و علاقه به میهن. من در کودکی، این داداش من در کودکی به کانادا رفتیم. بله، من فرانسه صحبت میکنم، ایشون فرانسوی صحبت میکنم، انگلیسی هم صحبت میکنم، ولی خیلی راحت، خیلی همونجور که هومن گفت، کسانی رو میشناسیم که اصلا نیستن با شما، با ما نیستن، فارسی صحبت نمی کنن. اصلا اینجوری ندیدن که من باید، متاسفانه اینو میگم، نمیگم من بهترم، اونا اونجوری بودن و بزرگ شدن. خیلی هاشون هم آقای شبخیز هم کلاسی من بودن. اونجایی که من دبستان و هومن دبستان میرفتیم در کانادا میدونستیم ایرانیه، ولی بعد از 10 سال که فهمیدم این رفته اون دانشگاه، اصلا فهمیدم مثلا اون فارسیش هم یادش رفته. درست میگی. و من میخوام به دوستان بگم اگر واقعا درون کامران و هومن این بود که ما دوست نداریم فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی رو، احساس یک خواننده ایرانی ها اینجا نبودیم. ما مسیحا متاسف هستیم اگر دل شما شکست، ولی یک چیزی رو من و هومن دوست داریم، همیشه صادق با شما باشیم. تو این 10 سال که شما شاهد کارهای ما بودین، همیشه سعی کردیم با تیم ایرانیمون که رامین زمانی و غیره بودن، مرسی آقای شبخیز، خواستیم اون چیزی که باور داریم و حقیقت رو با شما باشیم. یعنی دوربین، اون لحظه دوربین دروغ نمیگه آقا، چش دروغ نمیگه، چش دروغ نمیگه. نه من اون لحظه که دوست داشتم، حتی اگر بگم آقا من متاسفم که اگر دل شما رو شکستم، منظور من نبود. خانم آقایون، حقیقتی که تو دل کامران و هومن هست، افتخار به کشورمونه، افتخار به ایرانی بودنمونه. من کودک بودم که به کانادا رفتم، امروز قدمی که برداشتیم، هر کسی دیگه منو اینجا بعضی وقتا میبینه میگه اصلا فکر من شما اصلا در چند سال پیش اومدین آمریکا، یعنی تعجب میکنن شما کانادا بزرگ شدین، اصلا محیط و شما امروز خواننده پاپ ایرانی هستین. اصلا خوانندگیشو بذاریم کنار، شما قدمی که برداشتین، خانواده من جوری که من و هومن رو بزرگ کرد. دوستان عزیز، من با همکلاسیای من و هومن همکلاسی کانادایی فرانسوی و انگلیسی داشتیم، 5 روز در هفته مدرسه انگلیسی و فرانسوی میرفتیم و روز آخر هفته که باید روز تعطیلی ما بود، روز تعطیل که میگن همه شغل میکردن، شغل داشتن که تعطیل فردا تعطیله، فیتیله فردا تعطیله، ما با جون و دل اون روزم میرفتیم مدرسه فارسی. نمیگم که نمیگم کار شق عملی کردم. چرا من به خاطر دوستان، به خاطر عشق و علاقه کامران و هومن و خانواده و اون چیزی که باور داشتیم، با دل و جون مدرسه فارسیمون رو میرفتیم. اون یه روز تعطیلی، اون 2 روز تعطیلیمون هم یه روز میشد به اضافه یک عالمه هوم ورک و کارهای فارسی و مشق شب انگلیسی و فارسی و فرانسوی با دلجون، به خاطر اینکه اصلا همچین چیز دیگه نمیشد دید. خانواده من و همان نمیشد، میرفتیم مدرسه فارسیمون هم میشستیم میرفتیم و میتونست اتفاق نیفته. دوستان عزیز، بازم به شما میگم جلوی این انترویو رو ما همون روز فرداش گرفتیم و قبل از اینکه کسی دوستی به ما بگه که واقعا کارش صحیحش هم اینه که ما با تلویزیون آمریکایی بریم بگیم کی هستیم، ما این کار رو انجام دادیم در اون زمان که میشه فکر کنم 5 ماه پیش بود 6 ماه پیش بود و بعد از اونم بازم انترویو مصاحبه داشتیم که اونا هم شما خواهید دید. این از قصد نبوده، مارکت آمریکایی مثل مارکت ایرانی نبود و نیست و یک تیمی هستن که میگن آقای کامران و هومن که مخصوصا شما ایرانی هستیم، ما میخوایم شما رو ببریم اونجا، به این گونه بریم. ما جلوشون وایسادیم، من و هومن، یک مصاحبه، اولین مصاحبه بود که رفتم، حرفم قلبم یکی نبود، منم یک انسان هستم و هول شدم. شما این مصاحبه رو ببینین که اصلا دوست دارم دوباره ببینین، ولی ببینین اصلا من تو عمرم آدامس نیجدیدم برای مصاحبه کردن. من خجالت نمیکشم اصلا، کاراکتر به خاطر اینکه شرمم نیست، ایرانیم، خجالت نمیکشم. درون من هیچ وقت آخرین من ایرانی خواهم از این دنیا رفت، خواهم. شما شاید الان یک چیز دیگه فکر کنین، ولی چه بخواین نخواین، ما ایرانی به دنیا اومدیم، در ایران به دنیا اومدیم، شاید هم آفریقا دیگه ادامه زندگیمون باشه، ولی روزی که این دنیا من برم، ایرانی از این دنیا میرم. من اتفاقا همین حرفو تو تلفن برای مسیج برای من گذاشت، اتفاقا چند بار من میخواستم پخش بکنم اینو، ولی هر دفعه نگه داشتم، گفتم شاید مردم یه جنبه دیگه فکر کنن، چون نیستن تو این ور صحنه بدونن چی میگذره.